بعد از ظهر همگی به خیر امروز دوشنبه 13 مرداد ماه 1399 اینجا رادیو مسقال خب امروز بازار آرومی رو تجربه کردیم و بورس هم اومد زیر دو میلیون خب حالا یه نکته رو واسه روشن کنم اینکه بعضی ها سوالشون که آیا شادو زد آیا میریزه نه اصلا همچین چیزی رو الان نمیشه مشخص کرد اگر دیروز می اومد زیر دو میلیون خیلی خطرناک تر بود تا اینکه امروز اومد حالا این هفته رو باید ببینیم باید ببینیم که این هفته چه اتفاقی میفته تا بتونیم در این مورد صحبت کنیم و نظر بدیم و البته باید ببینیم چه تصمیمی هم در مورد دلار گیرن چون این دوتا به شدت به هم وابستن فقط یه نکتر خدمتتون ارز کنم که چشمتون باز بشه که آگاه باشید که حدسید صد درصد تک به تکتون آگاهید ولی خب حالا این آگاهی رو بیان میکنیم که آقایون بدونند ما از این مسئله مطلعیم خب دیروز یادتونه من فقط یه مثال کوچیک میزنم توی یه اشل خیلی جمع و جور واسه اینکه برای هممون قابل درک باشه اصل که خدمتتون عرض کردم اصل اینه که آقا من با دوست وقتی معامله میکنم تشجیب خودم هم میزنه ازم استفاده میکنه ولی هیچ چیزی به من نمیرسه فقط من کارش رو راه انداختم حالا مسئله اینه که اگر یادتون باشه دیروز یه حساب کتاب با هم دیگه کردیم که بانک همون درصدی که افزایش قیمت داشت همون درصد هم شاخص افزایش قیمت داشت یادتونه؟ حالا یه نگاه به بازار امروز بکنید بازار امروز برگشت خورد ولی بانک افزایش قیمت داشت اتفاقا در جریان باشید امروز بانک بیشترین افزایش قیمت رو داشت توی این بازارها چون ما اصلا به غیر از بانک نگاه کنیم بقیه انقدر افزایش قیمت ندن بانک 200 تومن گذاشت روی قیمتش بازار همون حدود بود بازار مثلا نهایتا 50 تومن رفت بالا و در مورد طلا بقیه مسائل هم صحبت میکنیم ولی خب بورس ریخت پایین با اینکه بازار افزایش قیمت داشت با اینکه بانک افزایش قیمت داشت بورس نتونست خودشو بالای دو میلیون نگه داره و برگشت اومد پایین خب حالا شما از دیروز تا امروز اگر بررسی کنید اگر دیروز رو فقط نگاه میکردید بله دیروز هم کسی تو بورس دود نکرده بود چرا؟ چون همون مقداری که بورس افزایش قیمت داشت همون مقدار تومن افت کرده بود پس تمام کسانی که دیروز شنگول بودن و خوشحال بودن که شاخص رفته شده دو میلیون تازه تازه اگر اونا هم سود کرده باشن چون میدونید وقتی شاخص میره بالا خیلی از آیتما ممکنه اصلا منفی باشه اصلا خیلی هم ممکنه ضرر کرده باشند این نیست که همه مثبت باشن و همه سود کرده باشن این شاخصه و این شاخص قابل خرید و فروش نیست متاسفانه شما اگر تو بازارهای آمریکا کار بکنی نزدک داریم داجونز داریم اس 500 داریم شاخص‌ها اینا قابل خرید و فروشه شما خود شاخص رو میتونی بخری ولی خب اینجا نه خود شاخص قابل خرید و فروش نیست پس ولی حالا ما شاخص رو در نظر میگیریم به عنوان یک میانگین برای همگان خب پس شما در نظر بگیرید که دیروز به صورت میانگین طی یک مدت فرض کنید یک هفته یا ده روزه هیچ کس سود نکرد چون از اونجایی که شاخص یک و نه زدی اومد شد دو میلیون به همون مقدار هم تومن افت کرد خب پس تازه بیر رو بیر شدند میانگین که یک سری رو به خاطر حساب بکنید ضرر هم کردن چون تازه ممکنه اونجا به اون درصد سود نکردن یا حتی ضرر هم کردن ولی حالا ما میانگین رو عرض میکنیم پس به طور میانگین تازه بیر رو بیر شدیم ولی امروز تلافیش رو در آورد امروز چی شد؟ امروز دلار رفت بالا یعنی ریالتون افت کرد و شاخص هم برگشت پایین پس ببینید از تو چشتون در میاد امروز نه فردا فردا نه پس فردا اصلا یه دو دو تا چهار اصلا نمیتونی ازش فرار کنی اصل جریان اگر بدونی که من قبلا هم گفتم اگه بدونی کجا وارد شدی چی کار داری میکنی که اصلا قضیه روشنه حتی اگر اونو هم ندونی تجربهشو نداری یه ذره حساب کتاب هم که بکنی کاملا مشخص میشه که آقا یه مملکت مثل یه ماشین میمونه این ماشین باید بالانس باشه اگه بالانس نباشه متلاشی میشه هزینه های بیشتری میبره یه مثال میزنم که هزار بار زدم دلار پارسال باید بین 13 تا 15 بود بین 13 تا 15 نبود بازی در آوردن آوردنش ده و یازده بعد چی شد؟ نهایتش این شد که به جای اینکه باید الان 13 تا 15 باشه میاد مثلا باید فرض کنید 14 تا 17 باشه یا میاد حالا این که میبینید الان رسید به اینجا چون از پارسال تا یه اتفاقات دیگه هم افتاد اف شد تو لیست سیاه نمیدونم به هر صورت این کرونا اومد اینا سبب شد که یک سری جهش های دیگه هم داشته باشین و البته از همه بزرگتر بورس بود که این بورس بود که دلار باید به کمکش میومد تا میتونست برسه به دو میلیون ولی اینجا رو روشن کنم تون که همین بورس دو میلیونی اگر باشه دلار باز باید بیاد بالا باید بیاد بالا حالا امروز فردا یه ماه دیگه شش ماه دیگه یا بورس باید بیاد پایین بورس و دلار الان با هم نمیخونه مگر بورس رو بیارن پایین مگر جفت با هم بیارن پایین من نمیدونم اینجا جای بالانسی نیست ولی اگر این زمان بالانس کردن طول بکشه عین همون پارسال میشه که میزنه میدره یعنی به جای اینکه تو رنج خودش قرار بگیره اصلا رنج رو میدره و میره بالا و این خیلی خطرناکه حالا مثال فیزیکیشو بزنم که فکر کنم همتون در جریانید شما حساب بکنید که یه دونه اتومبیل دارید همتون دارید دیگه حالا نداشته باشیدم دیدید این اتومبیل لاستیکش باید بالانس باشه اگه لاستیک بالانس نباشه همه جا رو میزنه داغون میکنه پس من باید اتومبیلم و لاستیکاشو بالانس کنم وگرنه زیرو بندم خراب میشه خود لاستیک خراب میشه بعد هرچه دیرتر این کار رو بکنم صدمه بیشتری وارد میشه پس باید هرچه سریعتر بالانسش کنم حالا بدونید هرچه دیرتر این بالانس انجام بشه صدمه بیشتره در نهایت بدونید شما نمیتونید توی اقتصاد بیمار حالا بله یه وقت اقتصاد سالمه یه وقت شرایط عادیه یه وقت کارخونه دارن کار میکنن ولی نه بالا رفتن بورس هیچ کس نمیتونه خودشو فریب بده فقط بابت اینه که ارزش ریال رو آوردن پایین تموم شد و مردم پشتیبانی کردند اینم هست ولی همین سبب شد که دلارمون هم تا اینجا برسه شاید اگر بورس نبود شاید اگر مجبور نبودم بورس رو بیارن دو میلیون دلار الان پایین تر بود چند هزار تومن که قطعا بود این دلار که الان میبینید یه تیکه بزرگش به خاطر بورس حالا دوباره تکرار میکنم اگر بورس بخواد همین جا حتی بمونه دلار باید یه مقداری بالاتر بره باید بره امروز نه فردا سال دیگه نمیدونم هرچه دیرتر بره این بالانس آسیب بیشتری میزنه تا اینکه هزینه های بیشتری باید بپردازیم عین هزینه هایی که همین الان پرداختیم عین هزینه هایی که من پارسال تمام روزها التماس کردم تمنا کردم و ریاست بانک مرکزی گوش نداد حالا همه رو میندازه گردن کرونا یعنی خوب شد که این کرونا اومد یعنی اگر این کرونا نمی اومد نمیدونم گردن کی میتونستم بندازن احتمالاً مینداختن گردن من یا گردن یکی دیگه حالا میبینه که الان هم هر روز صرافی میبندن و ملت رو میگیرن و این گردن اینو گردن اونو حالا کسی گردن نمیگیره حالا پس در کل بخوایم حساب بکنیم امروز ما بورس سقوط داشتیم کاهش قیمت داشتیم و توی بازار ما افزایش قیمت داشتیم و این دوتا برخلاف هم رفتن حالا فردا و روزهای دیگر رو باید ببینیم تا ببینیم چی میشه بانک هم امروز بیشتر این افزایش قیمت رو داشت بانک دیویز تومن قیمت رو افزایش داد ولی دلار مثلا اگر 23 و بود حالا شد 23 و الا 400 یعنی قطعا بازار کمتر از بانک افزایش قیمت داشت چون بانک بیشتر تاثیرگذار رو بورس. حالا اینکه بانک کمکی نکرد به بورس برای اینکه نیاد زیر دو میلیون من فکر میکنم چون واقعا نمیتونست چون واقعا اگر بانک هم قیمتشو میبرد بالا این حرکتی که داشت انجام میشد اصلا کرنلشون خراب بود اصلا یه مدتی که فرابورسشون اصلا خراب بود بعد اصلا کلا یه سری معاملات فرابورس رو زدن به هم گفتن این اصلا قبول نیست بعد اصلا قانون گذاشتن گفتن آقا از این به بعد اصلا میخوایم دو هسته کار کنیم میخوام بگم که اوضاع از این حرفا خرابتر بود برای اینکه بانک بتونه الان مایه بذاره از خودش و خب یه نکته دیگه هم بود باید وارد کانال 22 میشد و میخواست وارد کانال 22 نشه حالا روزهای آینده رو باید ببینیم تا ببینیم این گلی که گرفتن به سرشون قالبش چی در میاد یعنی این تیکه خوبه دیگه ما فقط تماشاچی هستیم اینا یه سری آدمن افتادن تو گل و تو لجن همشون ها یعنی هم اونایی که به حرف اینا گوش دادند همه ی آدم هایی که به حرف اینا گوش میدن یه روزی پشیمون میشند یه روزی یه روز خیلی خوشحالن ها ولی بعدا پشیمون میشن عین اونایی که رفتن سکه خریدم الان ببینید دوباره دیشب تا داستان مالیات سکه, هایی که از بانک مرکز خریدید در اومده از تو چشماتون میکشن بیرون فکر کردی آخون چیزی بهت میده تو باید مراقب باشه آخون جیبتو نزنه یعنی طرح میذارن میدوی میری شرکت میکنی پول در بیاری بند خدا اینا چاهایی که داره میکنه واسه اینکه چاهای قبلیشو رو پر کنه دقیقا چیزی که ما با هم دیگه صحبت کردیم تو 29 سال تو سال گفت یک کاری باید بکنیم پول نیاز داریم دقیقا میگو میگم، ما خرج چند تا کشور رو داریم میدیم تازه الان کشورهای بیشتری هم شدن اون موقع سال 90 حداقل اگرم بود به این قدرت مثلا یمن رو حمایت نمیکرد یا میگفت ما سه چهار تا کشور رو باید هزینه بدیم و نیاز به پول داریم چطوری این چا پر کنیم گفتم واسه این چا یه چای دیگه بکنیم گفت طوری نیست اون چا رو بکنیم این چا رو باید پر کنیم حالا مسئلهشون همینه اینا یه مش آدمن که میگم کار که بلد نیستن بکنن فقط اومدن واسه خرابکاری و فقط اومدن پول نیاز دارن شما پولشون رو تامین میکنید یه روز میاد بهتون میفروشن تو بانک میدید میرید میخرید مشکلش حل شد حالا مشکلش حل شد الان پوستتون میکنه بعد ولکن نیست بیاید دوباره میگم دوباره این قانونش رو گذاشت دوباره اعلام کرد و خب اونایی که رفتن سکه خریدن بانک الان مالیات باید بپردازند حالا به بورس هم میرسیم میگم صبر میکنم ما صبر داریم ما اصلا عجول نیستیم صبر میکنیم چون جمهوری اسلامی میشناسیم و عاقبتش رو میدونیم چیه و همین کسایی که رفتن سرمایه گذاری کردن تا اینجا نگرش داشتن اگر مردم یه ذره به خودشون میومدن میگفتن آقا برم به چشم به کار زندگیم تو بازی جمهوری شرکت نکنم اینجا که این نیاز به پول داره من بلند نشم برم زندگیمو بریزم توش بله گاهی آقاتم پول بهتون میرسه ولی دوباره واسطتون حساب دو تا چهار تا کردم اگه محاسبه بلد باشی نهایتا بازنده ای. اشل کوچیکشو واسطتون گفتم یه کسی که ریاضی بلده اندکی فهمید اونی که نفهمیده فکر کنم هرگز نفهمه دیگه پس بدونید اینا ناچستر از این حرفان که پول به کسی بدن خب اول واسه که یادمون نره نگاه کنیم به گذشته هفته پیش این موقع همین حدود بودیم همین حدود 23 و 400 اومدیم شدیم 23 و 200 الان یه ذره حالا بالاتریم دیگه چون هفته پیش 23 و 200 تمامش کردیم الان 23 و 350 و 400 تمامش ولی همون حول و ماه قبلی موقع 21 و 400 بود یعنی الان بانک از ماه قبل ما بالاتر سال قبلم که 11 بودیم دیگه 11 بودیم قراره بشیم 8 یعنی فقط کافیه پارسال این موقع رو یکی یادش بیاد دیگه آخوند میشناسه اصلا لازم نیست من این همه فکر بزنم هیچ مدرک دیگه هم نمیخواد فقط پارسال این موقع رو یادتون بیاد که داش چیکار میکرد داش دلار رو میکرد هشت الان دلار نشه 28 طلبات یعنی دعا کنید نشه 28 چون 28 شدنش اگر واقعا 28 رو بزنه وحشتناک میشه شما نمیدونید همین الانم هم وضعمون بده همین الان هم یه نکته رو روشن کنم همونطور که من پارسال و پیرارسال خدمتتون عرض کردم ما هنوز تورم دلار 234 5 تومانی رو نچشیدیم شما فرض کنید اینا دلار رو بیارن اصلا 18 تومن بیارن 12 تومن بدونید دلار برخواهد گشت حتی اگه بورس بریزه بشه 200 تا واحدش دیویست از دو میلیون بشه دیویستا بدونید که این دلار بیست و پنج تومنی ضرب شده تموم شد هیچ راه فراری ازش ندارید حالا بله الان یه ذره منطقیه 25 و دیده نشسته توش ده درصد اومده پایین تو 23 این معقوله ولی شما راه فرار ندارید میگم این قیمت دلار به بورس خیلی مربوطه ولی اگه بورس بریزه شاخصش بشه 200 بدونید که این دلار دیگه جاش همینجاست پایینم هم بره برخواهد گشت پایینم نره پایین بره بالا بره هر چی میخواد بشه هنوز تاثیرش رو, رو تورم نذاشته عین پارسال که خدمتتون هست پارسال یادتونه همه چی میومد پایین ببخشید برعکس همه چی میره بالا دلار میومد پایین یادتونه هم چی داشت میرفت بالا ملک داشت میرفت بالا خون... خونه داشت میرفت بالا اجاره داشت میرفت بالا ماشین داشت میرفت بالا خوراکی داشت میرفت همه چی همه چی همه اجاره نمیدونم خود تو اصلا کرای ماشین داشت میرفت بالا پول آب و برق و گاز و تو دلار می اومد یادتونه من یادم اون اصلا مهم نبود مهم این بود که اون تورم حرکت دلار به سمت 15 الان داشت اثر می‌کرد هنوز بدونید تاثیر دلار 20 به بالا روی تورم داده نشده که منتظرش باشید اون خواهد آمد هر اتفاقی میخواد حالا بیفته این دلاره یه بازیه دلاره نشسته دلار الان جاش همینجاست اینا بالا برن پایین بیان بله پایین تر بود ولی خرابش کردن موندگارش کردن و البته خب یه دوتا چیز هم پشترش اومد دیگه FATF دارید میبینید کشور رو دونه دونه دارن میبندنش اینا تاثیر میذاره حالا امیدوارم الان تاثیر نذاره تاثیر شما حساب میکنیم رو قیمتی که علکی اومده بالا بابت بورس این قیمت علکی اومد تا اینجا ولی خب تا اینجا اومد ولی حالا الان نگاه کنی تاثیراتش دیگه رو این امیدوارم اثر نذاره چون اینجا دیگه اضافه اومدن بالا دیگه لازم نیست برای اونم حالا یه مقدار بذاره روش ولی فقط میخوام یادمون فقط همه اینا رو گفتم یادمون باشه پارسال این موقع یازده بود قرار بود بشه هشت خب اینو فراموش نکنیم دیگه همه حله خب میانگینامون سالانمون پونزده ماهانمون بیست و هفتگیمون بیست و قشنگ نشستیم توی بیست و سه یعنی قشنگ فرش پرن کردیم نشستیم توی بیست و حالا امیدوارم همینجا بشینیم همینجا بشینیم بازم آدم خوشحاله یعنی اگه نخوان خرابکاری بکنند اگه به دنبال ثبات باشند میشه رو همین 23 حساب کرد حداقل واسه یه مدت یعنی لازم نیست که برای FATF کانادا و نمیدونم چین و روسیه هم بیارن روش اضافه کنن چون تا همین جا هم ما اضافه اومدیم به خاطر بورس اومدیم که اگر اونا من میخوام بگم حتی تو راحتی میتونیم حتی یه مقدارم پایین بیایم اینجا نباید باشیم ولی خب بالانسی که دست خودشه خودش باید همه چیز رو تنظیم کنه در این موارد من روزای قبل خیلی توضیح دادم بنابراین دیگه نمیخوام برم بهش برسم پس اینم از این قضیه و نوستان هم که عرض کردم این امروز نسبتا نوسان کم بود ولی یه نکته رو فقط واسه روشن کنم ما در طول سال گذشته حدودا 90 هزار تومن نوستان کرد فقط اینو میگم که بدونید 89 هزار دیگه اون 600 تومن من عجیب خب قیمت ها امروز هم نگاه کنیم 23 و 350 الا 400 صرافی دیگه میتونستی تهیه کنی حالا شاید هم 450 تا ساعتی شاید هم بدون 450 بدن حالا مثال 23 و 350 زده بگردید میتونی پیدا کنی ولی خب بعضی شهرستان ها شاید مجبور باشن حالا 50 تومن 100 تومن بیشتر بدن نقدی هم 23 و 300 -310 آخر وقت معامله شد و اونس هم 1967 هست هفتاد به بالا بود آخر وقت یه مقدار اومد پایین حالا یه نکته جالبم خدمتتون عرض کنم اینه که جدیدا طی همین چند روزه بازار طلا اونس خیلی چسبیده به هم شدند یادتونه مثلا پارسال پیرارسال تو اون بازارهای خیلی شدید طلا اصلا به اونس نداشت اونس خوش میرفت بالا میمد پایین اون واسه خودش بود که هی میگفت آقای گلشنی پس این چرا حرکت نمیکنه مثلا دلار انقدر اون سنقدر ریخت چرا طلا نمیرزه یا اون سنقدر رفت بالا چرا گفتم فعلا بازار دستوریه و اصلا اینا به هم مربوط نمیشه ولی تو بلند مدت ترسش رو میذاره تو بلند مدت قطعا تاثیرش خواهد گذاشت که دیدید گذاشت و به نتیجه رسید نمیتونند مدت خیلی چون ببینید این بالانسه به هم میریزه این بالانسه که به هم بریزه خرابی بیشتری به بار میاره و هزینه بیشتری واسه من و شما داره متاسفانه مسئله اینه ولی الان همین نشونه به نظر من تمیزی بازاره همین که اون سختی بالا و پایین میشه مزنن باش بالا و پایین میشه این نشونه به نظر من تمیزی بازاره حالا هرچی هر چی ما ترا تمیز میبینیم فرداش آتیشش میزنن ولی حالا این خصوصیت رو داشت گفتم خدمتون ارز کنم که بدونید فقط یه نکته رو بهتون بگم امروز مزنه 4670 بود نسبت دیروز افزایش قیمت داشتیم حالا دوباره امروز اگر کسی اومد بهتون گفت که قیمت طلا رفته بالا چون که اونس رفته بالا خب دورا دروغ میگه چون اونس نسبت دیروز اومد پایین بعد مثلا من کاری به اونسه ندارم اونسه بره بالا ما دلار طلا داریم دلار طلامون رو نگاه میکنیم سواد داریم رو دلار طلا حرف میزنیم دلار طلا نسبت به دیروز 200 دی تومن رفته روش خود دلار 50 تومن 100 تومن رفته روش و بانک هم 200 تومن گذاشته روش دلار طلامون هم 200 تومن رفته روش این خودش یه سیگناله این خودش داره میگه ببینید وقتی دلار تلامون مثلا 22 و 600 اون 21 و 900 بانکی که چرت و پرت اون که اصلا در نقش کشکم دیگه به حساب نمیاد ولی میخوام اینو بگم اون بانکیه یه چیزی هست حالا خیلی مهم نیست ولی هست اونی که شما میتونید برید 2000 تا مثلا 2500 تا سالی یه بار بگیرید به هر صورت دارن میدن درسته که محدود میدن ولی دارن میدن و حالا نکته بعد اینه که دلار طلامون با اون یکیه این مهمه و مهمش همینه که امروز بازار خیلی افزایش قیمت نداشت ولی دلار طلامون 200 تومن رفت روش همون مقداری که بانک گذاشت روش و نزدیک به شدت به دلار بانک دلار بانکی که مثلا 22 فکر کنم مثلا 600 حدودا میفروشند اگر دلار بانکی بخواید بگیری 22 600 خب دلار طلا هم همین 22 600 حدودا خب یعنی چی یعنی آقا بخواد دلار بخره اگه بلنشه بره طلا بخره انگار دلار رو خریده 22 600 تومان ولی اگه بخوای بری از بازار دلار بخری خب این مقدار رو با 600 تومان 800 تومان بیشتر پول بدی یه وقت اصلا 1000 تومان بیشتر پول بدی پس میخوام اینو بگم درسته که نشستیم تو 23 ولی این حبابه حالا باید این تعدیل بشه حالا در روزهای آینده ببینیم تعدیلش به چه صورت انجام میشه باید بشه باید بشه اصلا نشد نداره که یه طرفش رو ممکنه اونس تعدیل کنه اونس ممکنه با حرکاتی که انجام میده و حرکت نکردن مزنه در اون جهت یا سبکتر حرکت کردن آرومتر حرکت کردن این مسئله رو تعدیل تر کنه هم تو که میبینیم مثلا هفته گذشته حباب طلا خیلی بیشتر بود الان حباب طلا خیلی معقول تر شده ولی باز معقول نیست باز سر جاش نیست باز خیلی زیاده ولی نسبت به هفته گذشته خیلی بهتر شده هفته گذشته ما 1500 1800 یه همچین چیزی تفاوت من دیدم ازش ولی الان باز بهتره ولی باز بدونید این باید 2300 تومان فاصله داشته باشه که اونش هم بازم معقول نیست ولی حالا دیگه بهش عادت کردیم دیگه جمهور اسلامی هیچ چیزیش معقول نیست ولی سکه همون سر جاش 11300 صرافی و ببین داره شرمه این چون حباب داره تو بازار 11200 هم شاید میتونستید بگیرید ولی 11300 دیروز هم 11300 بود نیم هم 600 رو هم 3200 همون حدودند خیلی تغییر نکردند یه نگاه به سکه دات ارژی هم بکنم بریم سر خبرامون خب 4 میلیونو و 7 تومن تومن ببینید حباب منفی این 117 ه خیلی زیاده این باید مثلا نمیدونم دیگه پنجاه منفی هم باسش زیاد بود یادتونه این بین پنجاه منفی و پنجاه مثبت بود یه وقت اصلا مثبت میشد و باز هم خواهد شد زمان بش بدید باز هم مثبت خواهد شد و باید بیا تو اون رنج قرار بگیره که وقتی می اومد میشد پنجای منفی ما می گفتیم خب الان دیگه با شرایط بهتر شه و بعد بهتر میشد ولی الان بالای صده و حتی میگم روزا و لحظاتی هست که بالای دیویسته حالا معقول نیست باید درست بشه حالا باید ببینیم کدومشون باید دلاره باید خودشو درست کنه یا اونسه مجبور درست کنه اینا رو وقت خودشون درست نمیکنن یا حالا خودش درست میشه قطعا درست خواهد شد حرفی توش نیست بریم سراغ سکه سکه 11 میلیون و 300 هزار تومانی 760 تومان حباب داره نسبت به تلاش حدود 100 و مثلا 90 تومن زیر قیمت مالیاتشه ولی خب تو بازار جهانی وقتی نگاه کنیم 495 تومن حباب داره و 477 تومن هم نسبت به مالیاتش بدهکار تازه بهتر شده یه مقدار حباب شما میبینید بینید اومد بالا سکه موند ولی باز همچنان حباب داره ولی هنوز مالیاتش هم نمیپوشونه ما شرایط از این بدتر هم داشتیم داشتیم زمانی ها که 9 درصد مالیاتی که میپوشوند هیچ یه چیزی هم اضافه حباب داشت 300 تومن 400 تومن 500 تومن هم حباب داشت و حالا یه نکته هم دقت کنید اون خبری که اومد مبنی بر که خود بانک داره مالیات میگیره رو سکه های که فروخته نشون میده که سکه مالیات داره بعضی وقتا بعضی میگن سکه مالیات نداره امکان نداره میشه سا... چیه تو این مملکت مالیات نشه میشه یکی به من بگه فلان چیز مالیات نداره همه چی مالیات داره سکر رو بانک داره میفروشه شما اگر از بانک بخری بفرما مالیات داره خب وقتی مالیات داره میگیره خب پس مالیات روش حساب دیگه و شما اصلا طلا رو حساب بکن طلا میخوای بری بخری فاکتور بخوای بگیری 9 درصد مالیات روشه دیگه این چیزیه که در دوره آقای احمدی نژاد بستن بهمون به تو اون شرایط امنیتی اینا رو یادتونه که من قبلا عرض میکردم چندین سال بود که میخواستم مالیات ارزش افزوده رو بذارن رو طلا بازار طلا اجازه نمیداد بعد از شلوغی های سال 88 که بازار امنیتی شد این کارو کردن حالا کسی جرئت داشت حرف بزنه حرف میزدی میبردنه دهن صاف میکردن میگفتن ها تو هم اومدی براندازی کنی تو هم قاطی سبزایی تو هم فلانی کسی جرئت و چیزی بگه گذاشتن واسمون 3 درصد و اووردنش تا 9 درصد این از این. الان هم خبر امروز بود دیشب تالا داشتن میزدن که سکه رو باید مردم برن پرداخت کنند ولی خب خوبیش اینه مالیاتش رو قیمتش خوبیش اینه مالیاتش رو قیمتش یعنی وقتی میخوای بری بفروشی مالیاتش هم ازت کم نمیکنه وقتی طلا رو میخوای بفروشی مالیاتو کم میکنه و حالا یه خوبی دیگه هم داره خوبی دیگه اش چیه پارسال موقع سکه 4 تومن بود شما فرض کن پارسال موقع سکه رو 4 تومن خریدی مالیاتش هم دادی خب مالیاتش چقدر میشد میشد 360 تومن حالا فرض کن الان سکت شده 11 تومن حالا بگو نه 10 تومن که رون باشه سکه 10 تومنی مالیاتش چقدر 900 تومن خب توش مالیاتو چقدر دادی؟ 360 تومن الان چقدر شده؟ 900 تومن یعنی میخوام بگم این مالیات واسه سوده سی اینو بدون مالیات واسه سوده اینو دارم میگم که دولت بفهمه یه ذر خوش رو جمع کنه یعنی این سکه الان میبینی 11 تومنه یه روز 11 تومن خوردش میشه خوردش میشه میدونی یعنی چی؟ یعنی الان واسه توضیح میدم الان 11 و 300 درسته 10 سال پیش این موقع سکه بودن 300 تومن بود باورت میشه 10 سال پیش این موقع سکه حدودا 300 تومن بود الان 300 تومن خورده سکه است یعنی 11 و 300 میبینی بعض تا حتی اسپردش ممکنه باشه تو شرایط ناجور پس بدون قطعا ده سال دیگه اگه آخون موجود باشه تو بهترین حالت این یازده خورده سکته من اینو بهت قول میدم 10 سال دیگه این موقع من نیستم، شما هستید، حالا شادم من باشم ببینید، 11 میلیون تومن خورده یه سکته مثلا سکه چه میدونم؟ 111 میلیونه دیگه اون 11 میلیونش هم خورده، البته نه 111 میلیون هم باید بیشتر باش که 11 میلیون اینقدر به نیاد نگهد همونقدر که 300 هزار تومن الان به میاد، بدون 10 سال دیگه 11 میلیون اونطوری به چشم میاد بیشتر از این روش حساب نکن، اگه آخون باشه البته. که آخون بودن یا نبودن بستگی به شما داره اگر شما همچنان به همین روش زندگی ادامه بدید آخوندن به همین روش ادامه میده این شمایید که باید روش زندگی تو عوض کنی شاید آخوند راشو بکشه بره وگرنه تا تحویلش میگیری میدونی میاد تا انقدر به پول ارزش میدی که به خودت و هموطنت ارزش نمیدی آخون موندنی عزیز دلم حباب سکه روبم شده 255 ببینید 400 بود چند وقت پیش شده 255 رب سکه حبابش 255 اینو دقت کنید خب بریم نگاه کنیم ببینیم خبرامون چی بود فرا بورس رو کرس کردم جریانش چی بود اول وقت اصلا قد بود بعدم مثل که یه سری معامله انجام شده بود زدن زیرش مالیات سکرم که خدمتتون عرض کردم مسئله بعدی خب اعلام کردن که بساز و بفروش کارا مالیات باید بپردازند خب این از این دیگه مالیات مسکن که در جریان هستید مسکن خالی داشته باشی باید مالیات بدی من نمیگم بده اصلا خیلی هم خوبه اصلا مالیات دادن خیلی خوبه ولی به شرطی که خرج کشور بشه به شرطی که همه بپردازند به شرطی که باعث آسایش راحتی بشه نه کمبودای دولت از اونجا تأمین بشه نه دولت پول نداره بچه بفرسته مثلا کانادا و آمریکا به گشت و گذار حالا از من و شما مالیات بگیره که اونا بتونن برن نمیخواد حقوق هشت و شعبی و بده اسلحه به لبنان بده بخواد موشک بندازه یه جای پولشو از مالیات من و شما در بیاره نه برای اینکه جاده هامون رو درست کنه برای اینکه شهرامون رو آباد کنه و خرج ما کنه ولی خب ماها عادت کردیم مالیات ندیم مالیات هم بدیم خرج ما نمی کنند. در صورتی که خارجی مالیات رو با عشق میده اصلا میدونه باید بده می میده و این خرج خودش میشه و میدونه مملکتش با همین مالیاته که آباده ولی خب کلا ما هم بد تربیت شدیم هم تو محیط بدی تربیت شدیم حالا در جریان باشید که به ساز بفروش ها باید مالیات بدند حالا این یه قسمت قضیه حالا این تاثیرش چیه این به ساز بفروش وقتی مالیات میده خب میکشه رو ملکش دیگه فکر کردین قربون صدقه شما میره که نه عزیزم من مالیات خودم میدم ملک مالتون نه عزیزم ما با, با پولشو بدی یادتونه من دیروز خدمت پیروز خدمتتون عرض کردم دیروزم تکرار کردم امروزم دوباره دارم میگم اتفاق بدی واسه همه چیز خواهد افتاد که یه تیکش ملکه که پشت سر ملک بدونید تومن و ریال و همه چیمون هم به باد خواهد رفت چون همه به هم وصلن همشون به هم وصلن یعنی ممکنه دلار بره بالا اگه مدیریتی باشه ملک کم بره بالا ولی قطعا اگر ملک رفت بالا دلار بیشتر میره بالا اینو بدونید و مطمئن باشید و حالا بساز بفروش هم باید مالیات بپردازه چون ملک باید گرون بشه چون این بورس باید از گرونی املاک بانک و شرکت بتونه رشد کنه وگرنه کار که نمیتونن بکنن که از اونجاها فقط رشد میکنه خب این از این ولی ولی این تیکش خیلی جالبه انبوه سازا مالیات نمیدن چرا چون انبوه سازا خودشونن آقا کی جرأت داره انبوه سازی کنه تو این مملکت من و شما میتونیم انبوه سازی کنیم نه خودشون میکنن این اینکه که گفتن که هنرمندا مالیات ندن حالا شما فکر کردین دلشون واسه هنرمندا سوخته بود نه برای اینکه حالا یه چهار تا هنرمند مالیات نمیدند بعد به ازاش از چند تاشون هم استفاده میکنند حالا بعضوشون تن نمیدن ولی خیلیشون هم تن میدن دارید میبینید خیلیشون تن دادن و دقیقا مال حکومتن خیلیشون هم شرف داشتند و خونه نشین شدن یا به هر صورت محرومشون کردن کمتر کار میکنند و میبینین فعالیت میکنند تهدیدشون میکنند میگیرنشون دادگاه میخوادشون چون شرف دارن ولی خیلی ها شرفشون رو گذاشتن نشستن روش پول از آخون میگیرند و خودشون منفور مردم کردن روز به روز هم ریختشون رو نگاه میکنی آدم حالش به هم بخوره چون این ظاهره به روح خیلی بستگی داره ما یکی دوست داشته باشیم از کجا دوست داریم از اخلاقش از حرکاتش از سکناتش وقتی میبینیم به فکر مردمه اصلا مهم نیست چه شکلیه زیباست برامون ولی وقتی میبینیم که این نوکر جمهوری اسلامی این آخونده آخونده نگاه که آدم میبینه حالش ازشون به هم میخوره حالا ممکنه بند خدا قدم زشت نباشن ولی هیچکس نگاه میکنه اینا رو خوشش نمیاد ازشون پس حالا مسئله همینه ولی بعد جریان اینه که چون خودشون سپاه یکی از گردن کلوفترین هنرمندای دنیا الان شما بررسی کنید. انقدر پروژه های هنری داره انقدر تو همین جریان پولشویی میشه بدونید طرف مثلا تهیه کننده است پول هم داره شما فکر کردین اینایی که مثلا واسه رادیو تلویزیون برنامه میسازن اینا من و شما ایم. اینا کار به من و شما میدن اگرم کار بدن پول میدن من رفیق دارم بند خدا و شبکه ها کار میکنه پولش هم نمیدن بله, بله بند خدا صبح تا شب میدوه همش هم بده کارن بشه هیچ وقت هم پولش بهش نمیدن بله حال مالیاتش هم نمیدن پولش نداده که مالش بند خدا بده ولی الان نگاه کن پروژه های گردن کلوف زیر دست خودش تمام پروژه های گردن کلوف زیر دست خودشون دیگه آقا نشون به همون نشونی که یکی از محبوب ترین سریال ها که خود منم میدیدم میدیدم هم, هم, هم میدیدیم صاحبش گرفتم به جرم اختلاس و دوزی و کلاوردری ببینید تموش سپاهی هم بود همه هم فهمیدند میبینید برای این برداشتند مالیاتو از هنرمندان گرفتن که خودشون میخواستن بیان پولشویی میخواستن بیان تو این سیستم ها وارد بشن و میخواستن مالیات ندند بعد معلم باید مالیات بده بله باید بده کار من باید مالیات بده کارگر باید مالیات بده دو میلیون نمیدونم یا سه میلیون اینا حقوق میدن یا نه تازه اونم نمیدن شبان روز کف خیابونن دوباره امروز از این جریانات داشتیم دوباره امروز تو شهرهای مختلف تو مکانهای مختلف شغلهای مختلف از کارگر شرکت گرفته تا کارگر نمیدونم راننده اتوبوس یکی جنوب یکی غرب کشورم همه حقوقشون نمیدن آقا حقوقشو نمیدن یعنی خودتو بذار آقا با برج دو میلیون یا سه میلیون چی کار میشه کرد که تازه این دو میلیون سه میلیون بهش نمیدن بعد تازه همش هم دولتیه ها و تمامش هم از این شرکت هاست که دو بورس داره پیشرفت میکنه میره بالا همین بورسی که شاخصش شده دو میلیون ها همین بورس نمیتونه حقوق کارگرشو بده بعد چقدر شما ها ساده اید خب حالا بله ساختمون های بزرگ منو شما که نمیساختیم اگر هم میساختیم گرفتن انداختنمون تو زندان من انقدر آدم پولدار تو زندان دیدم انقدر آدم انبوهساز تو زندان دیدم یا ترکیه دارم می‌بینم، طرف انبوهساز فرار کرده همه پروژه ها دست سپاهه شما مثلا انبوهسازی به غیر از سپاه پیدا نمی کنی همهشون خودشونن خب واسه چی مالیات بده انبوهساز مالیات نده طوری نیست ولی حالا یه بیچاره داره یه سه طبقه یا چهار طبقه واسه خودش میسازه باید مالیات بده اون باید مالیات بده ولی خب سپاهی واسه چی مالیات بده میسازه واسه آقایون دیگه مالیات کجا مالیات کیه مالیات چیه ببینید پروژه های گنده مالیات نداره بله یه نگاه بکنید به آقایون همشون گردنشون کلفت مالیات هم نمیدن مالیات منو شما فقط باید بدیم خب کوپن هم داره برمیگرده به صورت کاملا جدی به صورت کاملا جدی و بورس دو هسته ای هم خدمتون عرض کردم مسئله بعدی وامتونم آقا بهتون میدن دیگه شما حالا پول نداری بری به دیواس رهن خونت دیگه خاصی بهت وام میدن سه ساله سالی دوازده درصد پوت حساب میکنن دیگه جمهوری اسلامیه دیگه یه سری در اومدن یه سری از آقایان آخونده گفتن نه آقا این حروم و اون نمیدونم چی و فلان و بیسار نه میگم اصلا گردنش همتی از این حرفا کلوفتره دادنش بالا اساسی رفیق جونجونی رهبره کسی میتونه مگه باش صحبت کنه جناب رهبر اجازهش داد رفت داد وگرنه یه سر آخونده مخالفت کردن الان هم بفرما طرف نداره بده نداره بده بره وام بگیره بده به بانک مرکزی سالی دوازده درصد بعد مشکلی پیش نمیاد که خب یه سری سرافی هم دوباره امروز گرفتن یه سری خبر هم زدن یه سری دلال گرفتیم به هر حال نمیدونم میگیرن نمیگیرن خبرشو که دارن میزنن امیدوارم نگیرن ولی میگیرن دیگه این مردم متاسفانه گوششون زیر دندون اینا خب بعد در مورد اعتصاب هم که صحبت کردم در چند نقطه از کشورمون هست یکی از بچه ها تماس گرفت گفت که از دیروز سالا تو یکی از بزرگ یه سری از بزرگراها نه حالا همشون تو یه سری از بزرگراها یه سری یگان ویژه ایستاده ایشون میگفت که دیروز کمتر بودن امروز خیلی بیشتر بودن حالا بعد خودش هم گفت که حالا شاید که مثلا امنیتی نباشه شاید یکی میخواد بیاد رد شه حالا اینجا وایستادن دیگه حالا شما که تو تهرانید دیگه خودتون در جریان هستید اونایی هم که حالا نیستند الان گفتم که در جریان باشند خب و مسئله آخر اینکه روسیه یعنی جناب آقای پوتین اجازه معامله کردن در روسیه با بیت کوین را خلاصه نمیده و این کار غیر قانونی اعلام کرد مراقب خودتون باشید